زندگی با پیروهای خود مثال زینپایه است که با مشکلات از زینه تا زینه دیگر قدم میمانی و البته هر یک زینه بالا شده مثال موفقیت است که شما به آن نزدیکتر میشوید. یکی از عالمان صحه روانشناسی می نویسد که هدفهای خود را بلند گذارید و تا به آنجا رسیدن بس نکنید، زیرا همه آرزوهای ما می توانند عملی شوند اگر ما جرأت داشته باشیم که به آنها پیروی کنیم. امروز از پیروهای زندگی هنرمند قصه میکنیم که هیچ یک مشکلات نتوانسته صد رسیدن به آرزوهایش شده باشد. وقتی که وی یکون ابراز باور میکند به هنرمند، هم خیلی به حال خودش نمیموند. هر نمایشی که میگیرد در وی یک قصه البته جا میکند. بسیار یک انسانی خاکسار و پاک دل و نیکبین هستند. هنرپیشه خلقی تاجیکستان دولت‌علی عبیدالله سال 1954 در دهه هولبوک ناحیه کولاب تولد شده است. هنی نورسیش آیله‌شان به شهر دوشنبه می آیند و زمان کودکی هنرمند در کوچه های پر از محبت شهر دوشنبه سپری می شود. من راستی در دهه تولد شدم، در دهه کوهستان تولد شدم، ولی 3 ساله دوشنبه آمدم. من دوشنبه یادارم، ده رو قریب که یاد ندارم، ولی دوشنبه عزیزی که دل تاجیکستان است یاد دارم. سالهای شوروی ما در همین شامنصور زندگی میکردیم، بعد در مکتب رقم 15 میخوندم. همین خیابان دوشنبه، همین حاضره صدبرگی که داریم، اونجا موزه بهزاد بود، حاضر اینستیتوت دیزاین است، مادرم همینجا کار میکردن، من در مکتب 15 میخوندم، بعد میامدم موزه همین دو طرفی را درختانی چی بود؟ سیب بود. بعضن از اون درخت، از اون سیب میکندیم و میخوردیم، با نمک میخوردیم حتی. دولت‌علی میگوید که والدانش از دوده شخصان دانشمند بودند که نقششان در تربیت جامعه و از میان بردن محو بی‌سوادی کلان بوده است. اصلا پدرم در ناحیه واسه زندگی میکردن، من و مادرم اینجا آمدیم. اینقدر انسانهای حلیم و یک خیرد ازلیشان بیدار بودن، من از این لحاظ بسیار خوشبخت بودم که دو پدر داشتم. این باری اول در تلویزیون میگویم دو پدر داشتم و هر دو پدرام خیرد ازلیشان بیدار بود. اینقدر انسانهای نجیب بودند، هر چی که میگفتم یگون نه نمیگفتن، برای من اینقدر خدمت کردن. مادرم بسیار نام خوبی تاجیکانه داشتن، خراسان نام داشتن. مادر من به قول این شاعر فرشته بود، ولی بال و پر نداشت، فرشته بودن. همه مادران فرشتن، ولی مادر من نیز فرشته بودن. منو در خط نوشتن، اون وقت پیرو، با پیرو می نوشتیم، دوات بود و همین تر می کردیم می نوشتیم. این قدر عذاب های می دادن، می گفتن نه بچم نویس، همین قدر کتاب بلند بلند خون. جدی اعلای ما، بابایم اهل علم بودن، بخارا 25 سال تمام کردن، و جدی اعلایم، بابای بابایم از روی گپ های مامام گویا که حیدرآباد هندوستان ختم کرده باشم. من در سری خاصار رفته همون قبر گورستان کهنه که هست و همون بابای مولوی ما همونجا دفن یافته است، همونجا زیارت کردم. همین سال گذشته رفتم سری خاصار، بهترین گوشه، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان بود است. من بغیر از مرغاب در تمام نواحی های تاجیکستان بودیم با واسطه تئاتر و سفری که داشتم.
در تربیه دولت علی نقش والدان و به خصوص مادری مهربانش خراسان بانو کلان است. او میگوید که همیشه مادرش در زندگی از دستش گرفته و از کوچه های ناهموار گذرانیده است. مکتب رقم 15 شهر دوشنبه نخستین مکان آموزشی است که دولت علی آنجا سبق آموخته است. در مکتب مذکور آن هنگام کروژاک درامانویسی فعالیت میکرد که دولت علی اعضای آن کروژاک بود. محض در همین کروژاک دولت علی نخستین نقش ها را میآفرد و محبت صنعت و ادبیات در دلش شعله میزند. همین هر سحر مادر به من 15 تن میداد برای راهپولی. بعد ما از شامنصور به کمبینت نساجی گذاشتیم اینجا کوچه، ولی همون مکتب 15 میرفتم. همین 15 تن و 20 تن های جمع کرده در رو 3-4 کتاب فروشی ها بود. همین بعد فلان کتاب انتخاب میکردم، پولش هم میپرسیدم یک سوم است یا که یک و نیم سوم است، همون پولای جمع کرده کتاب میخریدم. خلاص همین دوران کودکی هم درب و کشت و پابل و زمینه ندیدم من. راستی همین مکتب و همین کوچه های دوشنبه و همون ترالیبوس ها و افتابوس های لزه که بود، و استاد اولینم اساسگذار تئاتر حرفه‌ای تاجیک لطیف لطیف بودند. اون کسا از تئاتر پنسیا برآمدن، نفقه برآمدن، و بعد در مکتب ما یک کروژاک درامایی تشکیل کردن. اولین استاد من روانشان شاد بود لطیف لطیف هستند. در درام کروژاک ما مایر گفتنی یک اثری بود از کدام یک نویسنده های تاجیکی خودمان بود، من مؤلفش یادم نیست، اونا بازی میکردم. بعد از مکتب کنه عینی رو بازی میکردم، خلیفه رو بازی میکردم. بعدا در خیرورگی چه خفه بازی میکردیم در مکتب. پس از ختم مکتب میانه دولت علی حجتهایش را با مصلحت والدان به دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان می سپارد و آنجا از هنرمندان معروف سبق می گیرد. هر ساعت درسی در حلقه همدرسان و استادان عزیز برایش قیمت ارزیابی می شود، زیرا منشأ اساسی هنر را آنجا آموخته است. اهل خانواده هم پدرم هم مادرم هم تقاهم همه راضی بودند. من باید یا فیلولوژی می رفتم چون که درس ادبیات هم بسیار دوست می داشتن، ولی هنر بالا گرفت و هنگام دانشجویی از اما اتود ها و از اما در زبان تئاتری پوستیش که می گوین همون اتود ها همون دوره. بعد دویم کورسی وقتی که پارچه های مستقلانه می گرفتیم، همون دوره نطق صحنه، حرکت صحنه و مهارت، بسیار از این درس ها خوشم می اومد. تمر مخصوم عبدالشکر و احمد جان قادیروف، طالب طالبوف، اصلبیگ نظریف درس می دادند. بسیار خوشم می اومد این درس ها. و بعدی که ختم کردیم کارهای دیپلمی ما در تئاتر لاهوتی صورت گرفتند و اصلی بدرالدین برهانوف در کورسی چهارمی همون سپکتکل رزلوم را ماند و من یک نقش متروس را بازی میکردم. این دوره های همون آمدی ریولوسی و همین چیزها که بود، و اون نقشم اپیزودی بود ولی بسیار نقش خوب بود. بعد ختم دانشکده ما از روی تقسیمات به تئاتر لاهوتی افتیدیم و همین خیلی در تئاتر لاهوتی فعالیت شروع شد. نقش هایی که در صحنه تئاتر بازید
واقعا نقش های بسیار جالب و بسیار روشن بودند. و از تاریخ تئاتر می دانیم که دولت عبیدالله در نمایش یوسف گمگشته در نقش دیوانه سزاوار جایزه بهترین نقش مردانه گردید و او واقعا بارها ثابت کرد که در نقش آفری یک استعداد، یک مهارت خاصه دارد. بعد ختم دانشکده به تئاتر دولتی اکادمی درموی به نام لاهوتی به کار می آید و آنجا در بهترین نقش ها هنر می آفرد. فضای تئاتر و تماشابین برایش لذت هنر و صحنه را بیشتر می نماید و به خاطر آفریدن بهترین صحنه های تئاتری می خواهد کارگردان باشد. با این خاطر بهر تحصیل به انستیتوت دولتی تئاتر، موسیقی و کنای شهری لنینگراد می رود. آنجا در قطار بهترین هنرمندان روز تحصیل می کند. Чудовищно. Так это все во сне происходило. Но в каком? Как уличает это сновидение? Особенно в ряду других улик. Я разорву злодейку. Спокойнее, тише. Над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии и совершенству ложный приговор и дерзость поругана грубо и неуместные почести. Ама театраст, вале, коргардони, як ілміст, ки дайраи васеи донишоро дар бар мегирад. Шумо илми назарияи драмаро мехонед, ки актёр намехонад ин илма. Дар донишгоҳи мо, дар донишгоҳи он вақта санъат, ҳозир фарҳанг ва санъат, ин дарсҳо набуданд. Назарияи драма мехонед, архитектоника асар мехонед, устухонбандии асар. Чи асари драмавӣ ва чи асари санъавиро шумо قیافه شناسی را میخوانید. شما علمی اکسپلیکاسی را از خود میکنید. بعد مثلا یک صحنه را میگیرید، برای ژانرها را فهمیدن شما همون اثر را میمانید به طرز مثلا فاجعوی همون پارچه را، ولی همون پارچه را به شکل مزحکه یا که بوفناده یا که کلاونده میمانید یا که درامه میمانید. انا همین خواندن اونجا جنبه علمی که اونجا بود خیلی بقوت بود. تحصیل در این دانشکده برایش اسرارهای تازه به تازه صحنه را بازگو می کند. صحبت دانشمندان صاحب برایش امکان می دهد تا به تئاتر نه تنها از نگاه یک هنرمند بلکه از نگاه یک محقق نظر افکند. اکسپلیکاسی می نوشتم هر 6 ماه 35-45 ورق پیچت کرده باید سپاری هر 6 ماه. یک کاری که بغیر از کاری عملی که در صحنه دارید با یک کاری علمی می نویسید از روی ارکیتکتونیکا و این علمی تئاتر شناسی ریژیسیاری است. قایده مخصوص دارد، استخوانبندی اساسی دارد، ایدین تیماتیسکی انالیز، انالیزی غایوی و موضوعی و ایدیوی اثر را تحلیل میکنید، بعد استخوانبندی اون را میبیارید. خیلی کار علمی بقوت است. خلاص انا همین درس ها بعد خب شهر بزرگی تئاتری بود لنینگراد اون وقتا سانکت پیتربورگ آزیرا در سیمپوزیوم های علمی می رفتیم اشتراک می کردیم. اگر ریژیسور های خارجی ها می آمدن در اینستیتوت آمده واخوری می گذاروندن یا که در تئاتر واخوری یا که در وتو واخوری ها می رفتیم. با تومانیشویلی واخوری بود، با ستورا واخوری ها بود، با گیورگ سنج تفستانوگ واخوری ها بود. دولت علی عبیدالله در تئاتر دولتی اکادمی درموی به نام لاهوتی، تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف و تئاتر اهورون کار کرده است. همچون اکتیور در اسپکتکل های وقتی که شهر خفته بود
бозиҳои бераҳмона, Юсуфи гумгашта ва даҳҳои дигар нақш бозидааст. Дар озмунҳои ҷумҳуравӣ ва минтақавӣ иштирок намуда, соҳиби ифтихорнома ва сипоснамаҳои зиёд гардидааст. Дар озмуни минтақавии театрҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон Наврӯз 1995 беҳтарин иҷрокунандаи нақши мардона дониста шудааст. میگویند که همین رژیسیوری نقص پیش از همه باید هنرمندی نقص باشد. اکای دولت عبیدالله‌ایف یکی از اون رژیسیور و هنرمندانی بزرگی هست که فکر میکنم حالا ما اون کسا به طور باید و شاید رژیسیورهای ما اون کسا نکشودند. همچون هنرمند، همچون بازینگر روی سن در نظر دارم. شناسایی منو دولت عبیدالله‌ایف از نمایشی دون ژوان مالیر سر شد و من همینا باید بگم که تا این وقت اکی دولت میشناختم لیکن همراهش کار کردگی نبودم. بعد اینقدر برای من مشکل بود کار کردن، چون که هر چی وای میگفت شاید همون وقت من نمیفهمیدم و روز به روز به جای مثلا وارد شدن به همین نقش و وارد شدن به سوژه همین نمایشنامه یعنی همون پیسه و اینقدر مشکل میشد که قریب بود که من دست کشم از همین نقش و یعنی که من نمیکنم کار، یعنی اوستو چون که نمیفهمیدم اون وقت چی میخواد کارگردان، چی میخواد مثلا هنرمند و اوستو اوستو همین خیلی شد که یک نفر دیگر هم بود کار میکردیم. هر چی که وای میکرد اکی دولت قبول داشت و هر چی که من میکردم در رو جنگ و جنجال هم برداشت. یعنی بدتر همین خیلی شد که آهسته آهسته من زیادتر کار کردم و صاحب شدم به همین نقش و کشاده شد کاری من با اکی دولت رفتی کارش فهمیدم چی میخواست. آهسته آهسته اینا فهمیدم و از همون نمایش سر کرد تا امروز هر نمایشی که اکی دولت گیرد من همراهش هستم در نمایش ها و هر نمایشی که میگیرد در وای یک قصه البته جا میکند. اگر چی وای اگر کلاسیک اروپا باشد البته از کلاسیک شرق یک قصه یک پریچه اونجا داخل میکند که این برای زیبا شدن و برای فهمو شدن خودی مقصدهای هنرمندان و خودی همون تماشا باب شدن نمایش یک تکون دیگر میدهد. روشن کنی اولا الله و اوبو کمی آمد و میرا ارخان کی دیدی تا اوپی بطن شکلی عدب و افر آمد دارای جهان شد. اگر از لحاظ علمی نظر کنیم به همه کارها در اون صورت خیلی باید جدی رفتار کنیم با تئاتر. کدام نمایشی که نباشد فاجعه است، مسخره است، بوفاناده است، درام است، کلاوناده است، کدام ژانرهایی نباشد نمایش باید جذاب باشد. هنر قوه جذابیتی باید داشته باشد که تماشابین جلب کرده تاند و فاجعه را میبیند با اون رمز و اسلوب هایی که گفتیم، با اون تصوف ها و اون قصه هایی که در بین ها میآید جذاب است، نگاه میکند میگوید بسیار نمایش عجایبی بود ولی من نفهمیدم. بعد دویم بار میآید، سیوم بار میآید. رسالت خودمونه بود کردیم. کمدی هم همی خیلی جذاب باشد. مثلا در کمدی داد از دست افندی به قلم غیور عاشور ری رستگار روانشون شد بود تعلق داشت. همین کار رو کردیم. نمایش‌های زیاد روی صحنه آوردند و بنده
در خطو نمیکنم اگر گویم که در همه نمایش های اون کس نقش آفریدم. خورد، کلون، این دیگر طرفی مسئله است، لیکن هر نقشی که به من باور میکردن کوشش میکردم که زیادتر از اونی که اون کس طلب داشتن من بجا بیارم خواهش ها و همون برای مکمل کردن ابراز کوشش های زیاده میکردم و البته که اون کس کمک میکردن به من. دولت علی عبیدالله میگوید که فعالیت کارگردان مثال یک علم مهم است که باید هر یک کارگردان آن را آموزد. نگاهش را نسبت به اثر انتخاب شده مشخص نماید و وابسته به وقت ایده های تازه را در صحنه راه اندازی نماید. امروز به اندیشه او هرچی بیشتر باید کارگردان های تاجیک از مکتب های بین الملل دیدن کنند و تجربه آموزند تا توانند باز هم محبت خلق را به تئاتر بیشتر نمایند. زنک جون اگر تو رو ببینم این دیوانه دردی دارد رو برو جان عجب بزار شد بابا براری کم شد زنک جون شایر کار که برار گیرید این هم جوش بزنه در زنک خشنم از آنه که تو گردم برو جان امروز بسیار روزی مبارک است آنچی را که ما انتظار بوده بد از تو من زنک جون بازیگر جوان جاویدان بمونه آبی حیات های افتید یا نشداریه از هم دویان هم زود تازه نجار اختیرای نوی آلیوانی فرق را به دست آورده چندین کارگردان هایی بودند که سپیکتکل شپرک در خوجند گذاشتن بعدا چند نمایش دیگر را روی صحنه آوردن بنده چون ادبیات مایل به ادبیات کلاسیکی بیشتر دارن شکل و اسلوب قدیمه خودمان مثنوی سازی را وارد به تئاتر کردم که تا این وقت به این شکل اثر روی صحنه نیامده بود چی در میری کبیر که در کلوب و در تئاتر جوانان گذاشتم چی در تئاتر جوانان با نام جزیرباد و یا مذهب ابلیس یک نمایش موندم که امین مثلا آغاز داستان می رود در فرض کردیم لیلی و مجنون بعد یک حکایه می آید حکایه رو می خونید و خدا می گوید این گویا با آغاز داستان هیچ ربطی ندارد هیچ مناسبتی ندارد بعد تحلیل ها می کنید و بعد می آبید و این تفسیر ها رو می کنید و می خونید اون رمز ها و استعاره ها و اون بعد میکشاید آهیست آهیسته انا همین طرزی که نمایش میرود و یک پارچه دیگری میآید و بوم میرود دوامی نمایش انا همین طرز استخوان بندی اثر را من وارد تئاتر کردم بعدا یک نمایش به همین اسلوب در خوجند موندم با نام بازگشت ایام که خود اثر به عبدالحفیظ قادر تعلق داشتن ولی خیلی کوتاه کردیم و با همین قصه های تصوفی چنون بای و غنی کردیم که تماما یک اثر دیگر شد. حکومت جمهوری تاجیکستان خدمت های شایسته این هنرمند را بینابد گرفته. اولا او را سال 1997 با عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان و سال 2011 با عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان سزاوار دانسته است. او امروز ها می خواهد یک اثر تازه آفرد با شکل و دید دیگر تا قدم تازه در صحنه تئاتر تاجیک باشد. رژیسور علم است. اکتیاری هنر طبیعی که خدا به شما داده است این چیز کمی سیقل باید یابد ولی رژیسور هم انتویت و فراست هست و هم علم انا همین اگر کارگردان فراست علمی و فراست هنری انتویت علمی و هنری داشته باشد کارش خوب می شود
کارگردانی تاجیک بخصوص، چون ما ادبیات بسیار باطنگرای قوی داریم، فلسفه بسیار قوی داریم و ادبیات کلاسیکی ما بیشتر باطنگرا است. تصوف هفت قبط معنی های خیلی قوی تو در تو دارد. مثلا اگر تلسم حیرت بابای بدیل را امروز یگان ادبیات شناس به تنهایی تحلیل اون را نمیتوند کند، باید که یک روانشناس، یک طبیب، یک فیلولوگ، یک مثلا زبانشناس، تصوفشناس در مجموع 7-8 سایه علم جمع شوند، بعد اونا میتونن تحلیل کنن. امروز دولت علی عبدلویف در تئاتر فعالیت میکند. همزمان در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده از مهارت اکتیوری درس میگوید و جوانان راه های درست هنرمندی را میآموزاند و امید میکند که شاگردان امروزه او میتوانند کاری آغاز کرده استادانشان را ادامه دهند. اکو هر کارگردان هر خیل رویش کاری خودش دارد. مثلا معلمی دولت کاری خودش دارد، یعنی که چه خیل کار میکند، مثلا دیگر ریسیور چه خیل کار میکند و دیگر ریسیورش، هر یک ریسیور ژانری کار کردنی خودش دارد. مقصد معلمی دولت فرق میکند از دیگر ریسیورها، طرز کارشان و یعنی که خصوصیتی که مقصد که درون اکتور هنرمند وقتی که صحنه ده همون رول وای میکنند، وقتی صحنه ده بازی میکنند درون، یعنی که بسیار همون درون هنرمند باید کار کند صحنه ده. تو تماشابین ده چی گفتنی به این نقش، چی میخوای به این گپ، چی مقصد داری. همین مقصد که استاد بسیار هنرمند کتی همین را کفتکو میکنند در نقش همون هنرمند که در صحنه بازی میکنن. من میخواستم که بچه‌ای که امروز با جاده مثلا تئاتر حرفه‌ای میآیند، بجز اون علمی هنری که دارند، بجز این غایبانه در بخش‌های فیلولوژی، تاریخ، فلسفه، پسیکولوژی، زبانشناسی، لینگویستیکا تحصیل کنند. غایبانه در اون صورت تحلیل های گردمیزی که بالای اثر می شود، تاریخ خونده از لحاظ تاریخی بعضی چیزها را وارد می کند، فیلولوگ از لحاظ تاریخ ادبیات، مثلا زبانشناس از لحاظ لینگویستی و زبانشناسی وارد می سازد، فیلسوف و علم فلسفه را از خود کرده یا علم تاریخ را از خود کرده، باید که جنبه های تحلیل ما خیلی قوی باشد از لحاظ علمی. تئاتر این یک جای تماشاگاه است. هر کاری که میگیرد اگه دولت در تئاتر نمایش، هر نمایشی که میگیرد نمایش، البته اگر در یکون فستیوال نمایش داده شود البته جایزه میگیرد، یعنی توجه تماشابین و توجه خود همون دستان در کاران فستیوال باشد، حکمان زیادتر میشود، یعنی درباره نمایشش فکرهای زیاد، فکرهای خوب میگویند. و من باوری دارم که اکی دولت حالا میتواند چندین نمایش های بالای صحنه بیارد که مثلا معرفگری خود هنرمندان تاجیک در صحنه های بیرون از کشور، بیرون از مرز ما، هنری هنرمندان تاجیک، هنری تئاتری تاجیک، یعنی آبروی هنرمندان تئاتر در بیرون از کشور میتواند که بالا بردارد. البته برای دوست داشتن میهن، البته برای دوست داشتن وطن، نفر لازم است که به همان راه تربیت نماید. من امروز با افتخار میگویم که شاگرد استاد دولت عبیدالله هستیم. استاد در دوام درس
هر روزی که درس آغاز میشد از مهر وطنداری، از افتخارات ملی، یعنی دوست داشتن میهن درس را آغاز میکردند. بسیار برای ما با یک احساسات بلند وقتی که درباره وطن و وطنداری استاد حرف میزنند، باور کنید چقدر آدم مهرش افزون میگردد. استاد از روزهای اولی که به ما درس میگفتند پیوسته میگفتند که هنرمندی که این ساحه را انتخاب کرده است باید پیش از همه تاریخ و تمدن ملت خود را داند، یعنی ادبیات کلاسیک را داند، یعنی بسیار کتاب‌های بدیعی را مطالعه نماید که در آینده این کتاب‌ها، یعنی دانستن تاریخ، دانستن فرهنگ برای این و یا آن نقش کمک می‌رساند. او می‌گوید که هیچگاه خواهشی در سینما نقش آفری را نداشت و ندارد، ولی سال‌های آخر با خواهش دوستانش کوشش کرده است تا در چند فیلم‌های نو نقش‌های گوناگون را اجرا نماید. من بیشتر آدم تئاتر هستم راستی، و هوا و هوس در سینما بازی کردن را اونقدر نداشتم. السلام علیکم. سلام. نشناختت؟ نه نشناختم. سلامت باشد. استد استا 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 با خیالم شما رو در کجای دیدم؟ شناختم. شما رستموف کریم. شناختت رفیق پالکونیک، شناختت. شناختت رفیق پالکونیک. تماما دیگر شده ای. التماس از بینی بابا قبل نظریت رفیق پالکونیک. شما هم باید نیه. کنی گذارید مرامت. تشکر. گذارید. تشکر. رحمت مرامت. همش را در خاطر دارم. همش را. دزدی نامی. کلی زیرک. صاحب ده پاسپورت. قاتل. ابله. بناموس. مرا خیلی سرگردان کردی. شما را که نمیدانم. لیکن من شما را آنجا یاد میکردم. تشکر. ما در سالهای استقلالیت سرور کشور به هنر و فرهنگ بسیار نظر جدی و خوبی دارند. در دوران استقلالیت 6 تئاتر نو بنیاد یافت. برای همین به این مهربانی ها باید سزاوار باشیم اهل هنر. دردانه کمیاب مثل دولت عبیدالله کارگردان داریم و من خوشبختانم قدم اولینه که در تئاتر کلان، تئاتر اکادمی دولتی به نام استاد لاهودی را ماندم. اولین قدم ما رو یعنی استاد دولت عبیدالله ماندند و برای من نقش داده بودند. من خیلی خوشبخت هستم. همراه استاد ما در بسیار نمایش ها کار کردگیم، به مثل دون جوان، به مثل موسیچا، دیدگاه. استاد بزمه که بسیار یک انسان خاکسار و پاک دل و نگبین هستند، بزمه همه همین در وقت کار خیلی سختگیر هستند. آرزو و تمنای ما به جوانان نو قدم دیان تا 40 ساله و اونایی که در دانشگاه ها تحصیل میکنن با علم با شوقتر رو بیارن، اهل خانش و کتاب باشن بیشتر. این شهر دوشنبه ما یک شهری که صاحبان حقیقی خود را
اکنون دوشنبه ما یافت. شهری که این باغ بینید، باغ بنامی صدرالدین عینی را، باغ علیشهر نوایی را، باغ احمد دانش را، باغ فردوس، این شهر و امارت‌های بزرگ، این گلگشت‌های بزرگ، چخیل دوشنبه را دوست نداریم. دوشنبه دل تاجیکستان است. و ما جوانان خواهش میکردم که هر یک رسته دوشنبه را دوست دارد. دوشنبه این چمن ها و گلگشت ها و این چکن گلگشت های چکن مانند را بیشتر دوست داریم. به قدر این نعمت رسیم.